محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز طی سفری یک روزه به عراق با همتای عراقی خود و دیگر مقامات بغداد گفتگو کرد. از محتوای مذاکرات ظریف در عراق گزارش دقیقی منتشر نشده است، ولی به نوشته منابع خبری ایران در کنار روابط دو جانبه جمهوری اسلامی و عراق و تحولات مختلف در منطقه به نظر می‌رسد خطر حمله نظامی به سوریه و تأثیرات منفی آن بر منطقه مهمترین دلیل و انگیزه سفر ظریف به عراق بوده است. در گفتگویی با دکتر علیرضا نوری‌زاده کارشناس امور ایران و خاورمیانه در انگلستان در آغاز از وی هدف‌های عمده این سفر را پرسیدم. دکتر نوری‌زاده در لندن: تقریبا این متداول شده در جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر که معمولا وقتی دولتی سر کار میاد، رئیس اون دولت یا بزرگان اون دولت به تیمن و تبرک هم که شده سفری به عتبات عالیات بکنن. آقای ظریف هم استثنایی، اما در این حال سفر ایشان هم زیارت است و هم سیاحت و هم در این حال سفری سیاسی. آقای ظریف در موقعی به عراق میره که اوضاع امنیتی عراق به بدترین وجه رسیده، عداوت و دشمنی با جمهوری اسلامی در سطوح مختلف اجتماعی بروز کرده، حتی برشدن تصاویر آقای خمینی و خامنه‌ای اعتراض شدید رو در داخل پارلمان برانگیخته، به گونه‌ای که بعضی از نمایندگان که مخالف جمهوری اسلامی‌اند با گروهی که وابسته به جمهوری اسلامی‌اند در صحن پارلمان به زد و خورد پرداختند. همینطور از نظر امنیتی روزی نیست که انفجاری در عراق صورت نگیره. دولت آقای مالکی عملا یک دولت فلج هست و در هیچ زمینه کاری نمیتونه بکنه. همین اتهام وابستگی به جمهوری اسلامی کافیست که دولت رو در چشم مردم دولتی غیر مقتدر و غیر ملی جلوه بده. از سوی دیگر حادثه‌ای که اخیرا در اردوگاه اشرف رخ داد و به قصد بیش از 50 تن از کادرهای اصلی سازمان مجاهدین منجر شد، این در داخل عراق هم واکنش های تندی داشته. و بر فراز همه اینا، حمله احتمالی به سوریه به خاطر جنایتی که رژیم اسد مرتکب شد در استفاده از طلای شیمیایی علیه شهروندانش به شدت جمهوری اسلامی و عراق رو نگران کرده. عراق نه به خاطر اینکه نگران سرنوشت بشار اسد هست، به خاطر اینکه انعکاس حمله به سوریه میتواند پیامدهایی برای عراق داشته باشه، میتواند به داخل عراق سرایت کنه، چه از نظر اینکه تعداد آوارگان و فراریان بیشتر بشه و چه از این نظر که دولت سوریه و مخالفانش دست به عملیاتی بزنن که دامنگیر عراق بشه. در این حال آقای مالکی کمک‌های مالی سنگینی به سوریه کرده و همینطور اجازه داده سلاح‌های ایرانی به سوریه بره. یک رژیم تازه در سوریه موضع مثبتی نسبت به عراق نخواهد داشت. جمهوری اسلامی هم که توأم ایرانی سوری است و این ازدواج دائمی که بعد از انقلاب بین تهران و دمشق برقرار شده ادامه دارد و کسی در فکر فسخ اون نیست. پس آقای ظریف می‌رود در رابطه با همه این مسائل گفتگو کنه. فعلا آقای ظریف نشون نداده که دارای قابلیت‌های آنچنانی در حل و فصل مسائل است. البته ایشان یک دیپلماتی است که نمادی اعتدالی داشته و در عمل دید ایشون در مقام وزیر خارجه چه کار خواهد کرد. آقای دکتر، اشاره کردید به آقای ظریف به عنوان یک نماد اعتدالی در سیاست خارجی ایران. من میخواستم همین رو پرسش رو مطرح بکنم، در واقع دو پرسش در یک پرسش. اولا بفرمایید که آقای ظریف از وقتی که این پست رو قبول کردن همون ویترین میتونن باشن برای غرب، که به هر حال دیپلمات‌های بسیاری ایشون رو به عنوان یک آدم معقول و معتدل میپذیرفتن. دوما ایرانی‌ها اطلاع زیادی از گذشته و تاریخچه به اصطلاح کریر سیاسی آقای ظریف نداشتن، ممکنه این دو سوال رو یک جا جواب بدید؟ بله، در رابطه با اینکه آقای ظریف میتواند ویترین باشد، به نظر من بله. ایشون در زمانی که در مقام رئیس هیئت نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل بود، به علت آگاهی به زبان انگلیسی و ارتباطی که با مقامات آمریکایی و بین‌المللی پیدا کرد، شخصیتی محبوب بود
مشارکتش در برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه‌اش با رسانه‌ها، همه و همه به او چهره متفاوت از چهره عبوس آقای کمال خرازی داد که زمانی این مقام را داشت. و در این حال اصولا رئیس دیپلماسی ایران حتی در دولت احمدی نژاد این اواخر مشاهده کردیم که حرفای معقول میزنه، چون طرف خطابش خارجی هستند، مثل آقای ظریف که امروز این کارو میکنه. اما در رابطه با گذشته آقای ظریف، آنچه که آشکار ایشون از یک خانواده ای است که بازرگان و متدین بودن و ایشون توانسته در آمریکا درس بخونه، اما یک نقطه سیاه در زندگی ایشون است که ایشون هنوز به اون پاسخ نداده و اتفاقا خود من این رو مطرح کردم. ایشون به اتفاق آقای خرازی در زمانی که در امریکا بودن بنیادی به نام حنیف داشتند. این بنیاد مطابق اسناد وزارت خزانه داری آمریکا 100 میلیون دلار از بنیاد علوی کمک دریافت کرده. حداقل آقای ظریف که یک انسان تحصیل کرده است باید برای ملت ایران روشن کنه این 100 میلیون دلار به کجا رفت. به نظر من اگر ایشون این نقطه سیاه رو روشن کنه، در اون صورت میتواند به عنوان یک دیپلمات معقول تا حدودی از مصالح ایران دفاع کنه. آقای دکتر، اتفاقا برگردم به همین سوال، بر اینکه به نظرم میرسه که یک پاسخ دیگم لازم هست. در چرخ دنده های به اصطلاح سیاسی در حاکمیت ایران، آقای ظریف خواهد تونست برنامه های آقای روحانی رو و آقای رفسنجانی رو در سطح جهانی اجرا بکنه یا خیر؟ اینکه آقای روحانی مذاکرات اتمی رو با آقای ظریف واگذار کرده به نظر من تصمیم مهمی است، به خصوص که آقای روحانی نتوانست آقای جلیلی رو برکنار کنه تا امروز. این به نظر من برای آقای ظریف یک فرصت بسیار مهمه که حتی با وجود قید و بندها با مهارت دیپلماتیک بتواند در زمینه‌های امتیازی بگیره و امتیاز کمتری بده. باید منتظر شد و دید. به هر حال آقای ظریف آمده برای وصف کردن و باید دید آیا مجال وصف کردن خواهد داشت یا نه. آقای دکتر نوریزاده در انگلستان، سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید.